بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان. انشالله که در هر کجا که هستید صحتمند و سلامت باشید، و یک سلام ویژه هم خدمت شما پدر و مادر محترم که نسبت به تربیت اولاد خودتان حساس هستید و میخواهید که انشالله یک نسل و یک آل صالح تقدیم جامعه بکنید. عزیزان و بزرگواران، یک شنبه بسیار زیبای دیگر است و ما با برنامه زنده و مستقیم روشنا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و از حضور کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان خوب این برنامه. خدا رو شکر که بار دیگر توفیق پیدا کردیم در خدمت شما خوبان باشیم، انشاءالله که بتوانیم مطالب مفیدی رو خدمت شما عرض کنیم تا مورد استفاده همگان قرار بگیره. انشاءالله قطعا همین گونه خواهد بود. خانم علیزاده بزرگوار، خانم علیزاده، من سوال امروز برنامه را از شما به این رقم پرسان کنم که برخی از پدرها و مادرها هستند که بسیار اولاد خودشان را دوست می‌دارن. من می اولاد هر کار که میکنه چون دشانش خوب معلوم میشه، یا دلش نمیه که اولاد خودم مؤاخذه کنم یا تنبیه بکنم. هر کار که اولاد میکنه هیچ برخورد نمیکنه، دائما به خوبی خوشی رفتار میکنه. باز در مقابل نمی پدر و مادر، یک سری پدر و مادرها هستند که کار نیک اولاد خود هم نمی بینند، حساس هستند، می خواهند که اولاد از ما برنده شود، از همه پیش شود، سعی می کنند که دائما گوشزد بکنند که این همه کار بکن، این کار نکن، و یا تندخویی می کنند و هدفشون هم قطعا خیر هست و صلاح اولاد خود می خواهند. ولی نمی دو گونه پدر و مادر با رفتاری که نسبت به اولاد خودشان نشان میدن، متاسفانه گاهی خود باعث میشن که این اولاد یک رقم دیگه برداشت بکنه، و باز وقتی که با مشکلات مواجه میشه، وقتی که پدر و مادر از یک مشاور یا یک نفر بزرگتر کلانتر سوال میکنن که چه رقم شد، میگه که اشکال از رفتار تو بود. در این برنامه همطور که در زیرنویس بینندگان عزیز هم وجود داره، موضوع بازخورد هست و ای که من به عنوان یک پدر یا به عنوان یک مادر چه رقم با اولاد خودم رفتار بکنم تا او را متوجه بسازم که چه اشتباهی داشته، چه خوبی هایی داشته، و به بهترین و صحیح ترین وجه او را متوجه بسازم. بله، بسیار خوب. انشاءالله در ادامه همین مبحث امروز انشاءالله به همین جواب سوالتان اشاره میکنیم. بله دوستای عزیز، کل برنامه ما امروز انشاءالله جنبندی میشه خانواده و گفتیم و نقش های والدین، و امروز با آخرین نقش والدین که برنامه بازخورد هست اشاره میکنیم. و همین سوال شما که آیا باید در قبال رفتارهای بچه هایش ما از خود عکس العمل واکنش نشان بدیم یا ندیم، آیا واکنش ما همیشه خوب باشه یا نه همیشه بد باشه، چی رقم باشه، در همین انشاءالله سوال شما اشاره میکنیم امروز، جواب رو انشاءالله میرسیم. میرسیم به مبحث بازخورد. شد بسیاری از مادر و پدرهای عزیز سوال کنن همین گپ بازخورد چی هست؟ بله. چی معنا میده و چی نقشی در تربیت اولادا داره؟ بازخورد به معنای همین برخورده، به معنای واکنش شما هست در قبال همین رفتارهایی که اولادا سر میزنه. حالا رفتارها میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. حالا واکنش مای مادر، واکنش مای پدر، برخورد مای پدر چی رقم باشه؟ در همین اصل میگه بازخورد. خب یه پس بازخورد انشالله معنیش رو درک کردین که به معنای واکنش، به معنای برخورد مای پدر و مادر هست در قبال رفتار اولادا که چی رقم برخورد کنیم. حالا این بازخورد خوبه، بعد بعضی از والدین شاید هیچ بازخورد نداشته باشه، هیچ برخوردی نداشته باشه، به چه شکل هست؟ چه مزایایی داره، چه معایبی داره؟ آیا حتما باید این برخورد باشه یا نه؟ یا که شما که بعضی از خانواده هست که هیچ برخورد نمیکنه با اولاد، یا هیچ واکنشی در قبال رفتار بعد از اون نداره، چشم پوشی میکنه و فکر میکنه که همه رفتارهای اولاد من خوبه،
هیچ دشانش نمیاد که می اولاد من کدام گپی بدی، کدام رفتاری بدی داره. از رفتارهای بد چشم پوشی میکنه و همیشه فکر میکنه که می اولاد من همه هر کاری که میکنه مقبوله. یا اینکه از یک نفر شنیده که احترام اولاد خود، عزت نفس اولاد خود حفظ بکنه، فکر میکنه که دارم با این رقم ضربه میزنم دست. بله. مؤاخذه نمیکنه اولاد خود که نکنه خدای نکرده دهی ضربه وارد میکنم. درست. یا نکنه که من جلو پیشرفت زیر میگیرم، نکنه که اولاد من سرخورده باشه، هیچ در قبال از هیچ واکنش نشون نمیده و همی به ضرر ما اولاد است. حالا میخوایم در امروز همین مبحث ان شاء الله که گپ بزنیم. دوستان عزیز، بازخورد یک وسیله کنترل اولاد است. ما اولاد خود در مباحث قبلی گفتیم که باید کنترل و نظارت داشته باشیم. بازخورد یک وسیله کنترل است. کمی اولاد ما دیستش بیاید کمی رفتارش آیا خوبه یا بده. آیا همین رفتار اگر خوبه ادامه بده. اگر بده جلو از این رفتار گرفته شده. دفعه دوم و سوم تکرار نشده. بازخورد چی است؟ ببینید دوستای عزیز، بازخورد معمولا که ما در مباحث قبلی گفتیم که ما آموزش میدیم اولادهای خود به صورت کلامی و غیر کلامی، بازخورد من میره قمس ما آموزش میدیم به صورت کلامی و غیر کلامی. یک وقت مثال، اولاد ما یک کار بدی انجام میده، خب مثلا یک بزرگتر گپ زده وسط گپ ازو میپره، خب من چیکار میکنم؟ یا اینکه با کلام میگم بشی بچه من گپت خوب نبود، میشه کلامی، یا یک ترش روی میکنم، یک اخم میکنم، این بچه ما دستش میگه کمی گپی از من به موقع نبود، به جا نبود. یعنی من بازخورد کردم، یعنی من واکنش نشان دادم، یعنی من برخورد کردم در قبال این رفتار ناشایسته اولاد خود. خانم علیزاده، پس به این معنا بازخورد حقیقتا یک از روش های آموزش است که اولاد یاد میگیره یک کار. برخی از پدرها و مادرها متاسفانه هستند که یک گپ به اولاد خود در خانه نمیزن، میگه اولاد خود خانه است دیگه، عیب نداره. و وقتی که در بیرون از خانه در یک محفل، در مهمانی یا در مکتب اولاد یک رفتار ناشایست از خودش نشان داد، او والدین او پدر یا مادر ناراحت میشه، قهر میکنه و یا در همون مجلس اولاد دوکاری میکنه، او اولاد گیج میشه که خدایا من چه کردم، چون اصلا آموزش ندیده که کاری از من بد است. بازخورد هم یک وسیله آموزش و یک وسیله کنترل که می اولاد ما در قبال رفتار خود مسئولیت داشته باشه، که همی تو سر خود نباشه که هر جایی هر گپی رو بزنه، هر جایی هر رفتار رو بکنه. باید بفهمه که همی رفتار من یک اصول و قاعده ای داره، یک قانونی داره. خب این چی رقم میفهمه؟ با واکنش من مادر، با واکنش پدر، یعنی سعی میکنه طرف صورت مادر ممی از گپ من خوشش اومده که در چهرهش مشخص است، یک لبخندی میزنه. اگر از این گپ من خوشش نیومده یک ترشویی میکنه. خب اولاد یاد میگیره دیگه. بله. یاد میگیره و این درونی میشه دزو که می رفتار مسیه یا ناسیه. خب یک مثال دیگه، یک اولاد ما از در اومد در خانه نشسته سلام میکنه، خب بسیار رفتار خوب است. من مادر یا با صورت کلامی ده او برخورد میکنم، آفرین بچه‌م بسیار کار خوبی نیکی کردی، سلام کردی، از در اومدی، خب این تشویق کردیم زبانی. و یا اینکه به صورت غیر کلامی اولاد خود بغل میکنم، در آغوش میگیرم، علیک سلام بچه‌م، مانده نباشی، بسیار کار خوبی کردی، همی سلام کردی، خستگی من رفت. خب یعنی چی؟ یعنی یا ما به صورت کلامی اولاد خود تشویق کردیم که همین رفتار تو خوب است، همین ادامه بده، و یا به صورت غیر کلامی لبخند او زدیم، در آغوش گرفتیم، یعنی او یاد گرفت که همی رفتار ما بسیار خوبیش است که مادر ما خوشش آمد، پس این رفتار ما ادامه بدیم. یعنی تشویق کردم. دو طیف از رفتارها رو در بر میگیره، هم در برابر رفتار نادرست اولاد میتونیم واکنش نشان بدیم، اونا رو بفهمونیم که نمی رفتار تو نادرست است، هم در برابر رفتار درست اولاد رو تشویق میکنیم. بله. و همین کارها و همین ادامه همینا باعث میشه که اون نظام ارزشی اولاد شکل بگیره، که یاد بگیره که چه رفتاری خوب است و چه رفتاری بد. و قول شما بعضی از پدر با مادر رو هیچ واکنش نشان نمیده، خواهی به ضرر اولاد است، هیچ اولاد در ابهام میمانه کمی رفتار من خوبیش است یا بدیش است. این هم انشاءالله که ادامه میدین. خب همین والدین که برخورد نمیکنه یا هیچ واکنش از خود نشان میده، همین چه رقم است؟ ببینید دوست عزیز، بعضی از والدین یا به قول شما خیلی اولاد خود دوست داره و خطاهای از او رو نمیبینه، و یا اینکه فکر میکنه اگر خطای از او رو گوش زد کنم اولاد من سرخورده میشه، افسرده میشه و این برای از او خوب نیست. در حالی که یکی از اصول تربیتی بازخورده، باید در قبال رفتار اولادهای خود شما برخورد داشته باشین، چه مثبت چه منفی. شما دیدین که در بعضی از مجالس مهمانی ها
یعنی اشتکا اولادا که بین خود بازی میکنه، یکان چه بسیار چنگ میزنه، دعوا میکنه، اسباب بازی بم. یا چه وسایل بازی رو میگیره، بدخویی میکنه، سر صدا میکنه. این مادر قرارش هیچ واکنش نشان نمیده. خون سرد بخی ام بقیه کسایی که در میمانی اومده بسیار ناراحت میشه و میگه چرا مادر از امیر جمع نمیکنه یا امیر چیزی نمیگه. نگاه میکنه مشغول گپ زدن خودش، اما اولاد رها کرده، بقیه اشتکای دیگر رو اذیت میکنه، آزار میده. مادر به خلاف، یعنی چی؟ یعنی این مادر برخورد نکرده با این رفتار اولاد خود. وقتی اولاد تو چنگ میزنه، سر صدا میکنه، اولاد دیگر رو اذیت میکنه، آزار میده، شما باید وظیفته که دو برخورد بکنی. تا زمانی که کودک است در همون خانه، در همون مکان، بچه این کار زشت است. چرا وسایل از او رو گرفتی؟ تهش پس بدی یا چنگ نزن، این کارت بسیار زشت است، به خوشم نمیه، مرا ناراحت کردی. شاید که خانم علیزاده، یعنی مادر در این مثالی که شما فرمودید، با خودش فکر کنه خب حالا اگه من در بین این جمعیت در اولاد خودم بگویم این کار نادرست است، این کار بکن، این کار نکن، شخصیتش زیر پای شوه و عزت نفسش زیر سوال بره. شاید با خودش فکر میکنه من بیرون از این محفل و اولاد خودم میگم مال خود چی عجله است. درسته، اما اصل تربیتی امیر میگه که شما برخورد باید در قبال رفتار همون لحظه صورت بگیره. اگر این فاصله زمانی ایجاد شد، میگم خیرش بچه من خانه برم بازی رو من یک لطکوب میکنم یا امیر خوب یک تنبیه میکنم، او فایده نداره. شما یک ساعت بعد، دو ساعت بعد که رو ببری خانه و دو بگی چرا این رفتار کردی، چرا این رقم کردی، چرا مو یه دور چنگ کشیدی، او میگه خب مادر جان تقصیر از او بودی مثلا این کار کرد. این فایده نداره. این فاصله زمانی باعث اثر تربیتیه که داغ به داغ نداره. باید همون لحظه شما واکنش نشان بدی. لازم نیست در یک جمع اولاد لتو کوب کنی و یا خدای نکرده برخورد بسیار زشتی کنی. بسیار با لحنی خوش خوب میتونی اما اولاد خود بغل کنی، نوازش کنی، بچه من این کار تو خوب نبود، من رو ناراحت کردی، اگه دیگه این کار بکنی دیگه من تو دیگه مهمانی نمیارم. اولاد یاد میگیره، میفهمه. باید در همون لحظه باشه. حالا اگر اولاد ما نوجوان بود، بزرگ بود، ما عزت احترام از او را نگه میداریم، سعی میکنیم در جمع خراب نکنیم چون شخصیتش شکل گرفته، او رو میذاریم برای بعدن. باش اولادم خانه بریم، باش بچه می خانه بریم، باز با هم گپ میزنیم. ولی اولاد رستر ولی اولاد خوبتر همون لحظه باید یاد بگیره. باید اولاد بفهمه که وقتی من در یک جمع آمدم نباید همه وسایل و مال از من باشه، دیگران هم حق داره. باید رو در جمع یاد بگیره. شما برین چهار ساعت بعد در خانه او رو تنبیه کنید، دفعه بعد که آمد یادش میره. باید در همون لحظه یاد بگیره. اصلا نمو چهار ساعت پس هم نمو اولاد ممکنه فراموش کرده باشه، تعجب کنه پدر مادر من چی میگن اون چهار ساعت. من کارو نکردم اصلا، یادش میره. درسته، باید در جا باشه. یعنی اصل تربیتی هم میگه که بین رفتار و برخورد والدین فاصله نباشه، در جا و به جا باید باشه. همون لحظه باید او برخورد شکل بگیره. خب حالا همین برخورد چی رقم باشه؟ خوب باشه، بد باشه، چطور باشه؟ برخورد ها هم متفاوت است دوستای عزیز. ببینید گاهی وقتا اولادای شما وقتی که یک کار نامساعدی را انجام میده، گفتیم که اگر نوجوان باشه نباید همون لحظه دو برخوردتون داشته باشه. بله. شما با یک اخم کردن، با یک ترشویی دو میفهمونید که بچه ممی کارت مناسب نبود. او نیاز به گفتن نیست، یک رقم برش بفهمونه. چون او کلانتر از خودش میگیره، چوب میکنه و میفهمه که همی پدر و مادرم از همی گپم خوشش نیامد. خب جلو زور میگیره. خب اولاد خوردتر که نمیشه با یک با. پس باید مستقیم وارد شد. باید دو گفت که بچه می کارت خوب نیسته، من بسیار خوش ندارم، و یا حتی کار خوب کرد در قبالش. اولاد شما خانه شما مهمان آمده، همی اولاد شما بسیار رفتار خوب میکنه، وسایل بازی رو میاره که هم میگه اشتکا سرگرم شد و دم میگه اشتکا میده که همونو بازی کنه، خیلی رفتار بسیار خوب است. شما همون لحظه هم بازخورد داشته باشید در پیش همه اون مهمانایی که آمده، آفرین بچه‌م چقدر خوبش هستی، تمام وسایل بازی رو آوردی، همگی دوستای خود سرگرم کردی، همگی رو بازی دادی، بسیار بچه‌م کار خوبی کردی، یعنی کارار کنی، مهمان خانه ما خوش است و همیشه مهمان میاد و در تو هم خوش میتر میشه. یا اولاد یاد میگیره. بله. در جلوی جمع تشویق کردی. و یا اینکه همونجا نشسته اولاد شما چای میاره، کلانتر شده. خب این در جمع تشویق کن.
آفرین دختر، دختر ما کلون شده، چای میاره، اینه مادرش دیگه از جای خب نمیخیزه، خب هم میگی مهمانای دیگه هم تشویق میکنه، آفرین آفرین ماشاءالله ماشاءالله، یه اولاد عزت نفس پیدا میکنه. بله باز متاسفانه یک رقم است که خانواده احساس میکنن که تشویق کردن نداره دیگر، نمی وظیفه‌اش از انجام بده دیگه، ولی در برابر اشتباه اولاد بسیار حساس میشن. متاسفانه بسیار از خانواده مخصوصا ما مردم در می جمع که بود باز اولاد خود خوب تنبیه میکنیم، سرکوب میکنیم، کدام گپی زد سر روزو سرکوب میکنیم، بشین بچه‌م ساکت، بشین بچه‌م چرا گپ زدی، برو دو خانه یا چطور کردی، یه هم بسیار کار دیر. سعی کنین که در جمع ها بیشتر تشویق کنین به خاطر که عزت نفس اولاد ما بهتر و بیشتر شوه و در تنهایی ها بیشتر تنبیه کنیم. شما در جمع میخواییم باز خود نشون بدین، گفتیم که با یک ترشویی هم اولاد شما میگیرد متوجه میشه که همین رفتار من شاید خوبش نبود، مادر من همچه یک رنگش عوض شد، یک ترشویی کرد، یعنی چوب میکنه دیگه، استاد میشه دیدم گفت شما لازم نیست که حتما به زبان بیاره. خب دوستای عزیز، حالا کمی یک اصل دیگه هم مثلا مسئله بازخورد که شما همین شخصیت از رفتار جدا کنید. یعنی چی؟ ببینید یک وقت، یک مثال، از مدرسه در ما پیام میرسه که بیاین اولاد شما بسیار در این مدرسه امروز لطوکوب کرده بچه ها رو، با بچه ها راست نرفته یا یک دعوایی کرده. مقصد شما میرین در جمع مدرسه، خب او استاد میگه که اولاد شما امروز جنگ کرده، همین کلاس ای رقم شده، سر سین با همسینفی خود جنگ کرده. بعضی از مادر و پدر همون لحظه اولاد جد و کب میکنه پیش همسینفی ها، این برخورد کرده درسته، اما برخوردی به جایی نبوده، یک رقم هم برخورد میکنه، اولاد تو مرا عاجز کردی، من دسته از تو دیوانه شدم که از سبو تا بگار تو در زدن هستی، چه رقم است، چه رقم اولاد بودی تو، من چه کار کردم در درگاه خداوند که خدا تو را نصیب از من کرد، تو چه رقم هستی؟ تو همیشه همی رقم درد سر درست میکنی؟ بله بله. همه از صبح تا شب مثلا که دست پیش از دیست از تو در ماندیم، همسایه شکایت میکنه که هم دارم، یک استاد شکایت میکنه که من قد چی کار کنم، خلاصه بسیار هم کل شخصیت از اولاد خورد میکنه. من از وقت یادی می تو از خوردی هم امی رقم امی رقم بودی بزرگم که شبی من دست تو درخم ما. بله این یعنی چی؟ یعنی کل شخصیتی از اولاد شما خورد کردین، او یک رفتارش زشت بوده، بله. یک رفتارش مناسب نبوده و او مطمئن علت داشته، دنبال علت از او اگه بریم، خب استاد هم یه علتی که این بچه از من امروز خشونت کرده سر کلاس، لطکوب کرده، چی بوده؟ ریشه یابی کنین ببینید علتش چی بوده، شاید تقصیر از یک همسنفیش بوده، شاید یک کدام گپی زده که بسیار دهی برخورده، شاید مثلا یک مشکل دیگه ای بوده، اما شاید هم مشکل در خانه باشه، در خود خانه بکنیم بچه رفتار کرده کدام در خانه نزایی بوده دیشب که این نتنست اولاد با یک خشونت با یک اعصاب خراب سر صبح مدرسه رفته و این خشونت در مدرسه خالی کرده. دنبال ریشه یابی باشیم، نه اینکه اولاد خود در جمع لطکوب کنیم و کل شخصیت از اون خراب کنیم. خب حالا می اولاد شما از گوشش گرفتین در خانه آوردین، در او چی رقم برخورد کنین در خانه؟ خب این درست نیسته که ما بیم در خانه هم باز بگیم اما دیست از تو در ماندیم، خدا تو را از من بگیره، چرا تو این رقم همسی همه رفتارهای تا می رقم، یک کار خوب نداری تو، خب این یعنی له کردی اولاده، یعنی که این اولاد از بین بردی، او دیگه در دل خماکم میگیره که من قطعا هیچ ارزش ندارم، هیچ ارزش نداریم. یه اولاد با خود میگه خب من که به قول مادر ممی کل وجود از من که بد است، من که از صبح تا شام که همیشه از من بدی میباره، پس بگذار خب نمی بدی ردامه بده، پس ما هیچ خوبی ندارم، بله خیلی پس من کل دیگیم بد است. بله. اگر اجازه بدن ما یک میان برنامه رو داشته باشم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم ما. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی است بین ما و شما عزیزان، و شما میتونید اگر هر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید همین الان میتونید که سوالات خودتان را بفرستید، انشاءالله سعی میشه که در همین برنامه با سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. در فضای مجازی هم حضور داریم، از طریق لایو فیسبوک میتونید که برنامه خودتان را ببینید، نظرات و سوالات خودتان را کامنت کنید، و یا برنامه گذشته روشنا و دیگه برنامه عادی تیوی دری را میتونید که از طریق یوتیوب، اینستاگرام، آپارات و دیگه فضاهای مجازی دنبال بکنید.
شما عزیزان میدونید که برنامه شما روشنا هر روز هفته غیر از روزهای جمعه در ساعت 1 بعد از ظهر تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش در امو روز در شام امو روز ساعت 9:45 دقیقه خواهد بود. دیگه برنامه زنده از شبکه هادی تیوی دری برنامه به وقت بیداری است که هر روز ساعت 8 شام تقدیم شما عزیزان میشه و تکرار رو فردا در ساعت 10:45 دقیقه تقدیم شما مهربانان و عزیزان میشه. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم، باز بسیار زود در خدمت شما خواهیم بود. درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی، یا نگویم که تو خود واقف اسرار ضمیری. دست در دامن عفوت زنم، دست در دامن عفوت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری. خالق خلق و نگارنده ایوان رفیعی، خالق صبح و برارنده خورشید منیری. نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاهم بریز تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم، دل بستم. همین که حال دلم خوب است برایم کافی است. پروردگارا هنوز هم می شود تو را صدا زد، حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد. هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این هجوم ثانیه ها تکرار کرد. هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد. هنوز هم تا همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست. یا رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. شما همچنان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده هستیم. خانم علیزاده، بحث در باب بازخورد است و یکی شما فرمودید که در بازخورد و واکنشی که پدر و مادر نسبت به اولاد خودشان روا میدارن باید توجه بکنن که رفتار از شخصیت اولاد جدا در نظر بگیرن. بله، گفتیم دوستو عزیز اگر اولاد ما یه خطایی بکنه ما نباید کل شخصیت از او رو خراب کنیم و طور القا شود او اولاد که من کلن آدم بیورزه هستم، من کلن از من بدی است، کلن هر کاری که من دست میزنم خراب میشه. پس حالی که من میره خمسیم هیچ نقطه خوب ندارم، پس باش که دمو بدی باشم دیگه. چرا؟ چون من اصلا خوبی ندارم. هیچ از پدر و مادر خوب نشیندیم که تو هم یک رفتارت خوبه، من کلم بدوم دیگه. این باعث میشه که کل شخصیت از او شکل بگیره به سمت بدی متاسفانه. و این طریق شاید ما به دل خودیم که ما هم اولاد خود یک قسم تنبیه میکنیم که در خود بیایه که بله، دنبال خوبی های خود بگیره، در حالی که طور نیست. وقتی من هیده او تلقین کنم که از صبح تا شام تو همهش بیورزگی میکنی، بدی میکنی، بدخلاقی میکنی، ذاتت خرابه، تو کلن همیشه همی رقم بد هستی، یک کار خوب نکردی. این متاسفانه بسیار آثار بد داره. وقتی میگیم که
امی برخورد ما باید شخصیت جدا از رفتار باشه. در این قسمت که اولادش خوب بدی کرده مدرسه در داخل مکتب یک کار بدی انجام داده، در خانه که رسید یه رقم گپ بزنید پدر و مادر، بچه من تو که اولاد خوبی بودی، تو که همین نماز بسیار در سر وقت میخوندی، بچه من تو که مثلا دمی بیادر خود که خورتر است کمک میکنی در درس های چی، بچه من تو که خود در خانه دمو کمک میکنی، چطور در مدرسه تو امروزی کار کردی، چطور سر همسین فیاخی تو ظلم کردی، من از تو توقع نداشتم، من فکر نمیکردم که رفتار از تو باشه. وقتی استادت گفت من بسیار تعجب کردم، گفتم اولاد من در خانه که رقم نیست، در سر بیادر خوردید بسیار مهربان است، در خانه باز من مهربان است کمک میکنه، این چطور شده که سر سین رو همچین کار کرده، همه علت از این رفتار تو چی بوده، فکر کدو این بسیار برخون شخصیت از او رو بالا بردی. تمام نکات مثبت در او گفتی، بچه من تو خوب بودی، نمازت خوب بود، کمک کردنت خوب بود، مهربانیت خوب بود، چطور شد که امروز سر سین رفتاری بد انجام دادی؟ و حتما علتی داره. خب بچه من علتش رو بگو، در من بگو، در استادت بگو، در پدرت بگو، همه علت رفتار خشونتت امروز در داخل سینف چی بوده؟ های اولاد در خود میگه راست میگن من اگر ای خوبی رو دارم، ای بدی در من نمیچسبه، چرا من این رفتار رو کردم؟ خود کنترل باید میکردم، بله. خود نباید رفتار میکردم. سبا که رفتم مکتب از ما همسینفی خودش معذرت میخواد، ببخشید من دیروز حالم خوب نبود، نفهمیدم، کنترل نتونستم، یک داخل سینف باعث شد که مدد رو پرخاش کردی کنم، من رو ببخشی، استاد من رو ببخشی. بسیار ببینید وقتی مادر و پدر در داخل خانه در اولاد بفهمانه که تو این نقطه مثبت داری، یک نقطه منفی، یک نقطه سیاه چرا در تو نمیچسبه، و ای اولاد دنبال از این است که چی رقم امین نقطه سیار از شخصیت خودش حذف کنه، خب پی میبره، میره معذرت خواهی میکنه، عذر خواهی میکنه، و دلی از او هم کلاسی هم شاگردی خوده به دست میاره، مشکل حل میشه. بله. اولاد میزده نفس پیدا میکنه. بله خانم علیزاده، یعنی به این بیان شما کاملا نفی میکنید که اگر یک بازخورد خشونت آمیز نسبت به اولاد باشه، چون مردم افغانستان شما میفهمید به صورت سنتی وقتی بسیار. که واکنش نشان میدن نسبت به اولاد خودشون، یک مقدار خشونت را دارن، و گاهی خود برخی از افراد بیشتر هم خشونت دارن. یک کلیپ در فضای مجازی نشر شده از پدر و از پدری که اولاد خود بخی از دیوال آویزان کرده و نمور لط میکنه که تو بگوی که توبه کردم از یک کار، و متاسفانه این رقم برخورد ها رو انسان زیاد میبینه. پس شما یعنی کاملا نفی میکنید این رقم برخورد نباید باشه. یعنی به نظر من ضرری که داره، آسیبی که شما به شخصیت اولاد خود با لط و کوب کردن، با توهین کردن، با پایمال کردن شخصیت از اون، باور کنید کم از کشتنش نیست. یعنی یک انسانی میشه درست زنده، درست سر پای خود را میره، اما وجود و شخصیت از او خرد شده، و اینی که دوباره سر پای خود استاد شده، دوباره شخصیت درست و صحیح داشته باشه، بسیار کار سخت است. همین میشه که باعث میشه که در آینده ای اولاد ما سرخورده شه، از پس زندگی خود بر نیایه، از پس کار خود بر نیایه، از پس تحصیل خود بر نیایه. وقت من پدر و مادر میگم و ای همه زحمت کشیدیم چرا این رقمش؟ و یک از علتی دیگه ای که بسیاری از وطن دارای ما سر اولاد خود روش های بسیار تند رو به کار میبره، یا لطکوب فیزیکی میکنه اولاد خود، با اینکه کلان شده او را لطکوب میکنه، به این خاطر است که خود پدر و مادر یاد نگرفته خشم خود کنترل کنه، و یا خودش وقتی که یک طفل خرد بوده در خانه همین رفتار را دیده، اما اجرا میکنه به سر اولاد. ما در نقش های والدین گفتیم ما آموزش میدیم اولاد خود، وقتی من مادر و پدر لطکوب آموزش میدم یا بین خود رفتار درستی نداریم، و اولاد ما فردا که پدر مادر شد همین رفتار در سر اولاد خود اجرا میکنه، و متاسفانه بسیاری از مشکلات در رفتار من پدر و مادره، چون من یاد نگرفتم که خشم خود کنترل کنم، متاسفانه تمام این خشم خود با لطکوب سر اولاد خود خالی میکنم. اگر همون لحظه بین رفت اون یک رفتاری بدی انجام داده، کمی من
کنترل کنم خود، سکوت کنم و فکر کنم که الان من چی برخوردی داشته باشم. همین بازخورد بحث امروز ما، چی برخوردی من در قبال می رفتاری اولاد خود داشته باشم. اولاد شما یک کاری نامناسب انجام داده، همسایه اومد از او شکایت کرده که این بچه تو امروز بچه مرا لذت زده یا کدام گپ ناسزایی گفته. خب این نباشه که من فوراً برم یک چیز رو پیدا کنم لطو کنم. متاسفانه اولین و آخرین روش تربیتی بین وطن دارای ما همین لطو کنم است. متاسفانه باز خانم علیزاده تاثیر خودم از دست میدم. من یک نفر رو دیدم که نمی اولاد خود عروض نمی خانم میزد و باز یه اولاد اونقدر جری شده بود نسبت به او که وقت مادرش رو میزد و میخند. دقیقا این واکنشه، واکنش که اولاد در قبال رفتار شما برای که او حرص مادر داره. خب مادر هرچی میتونی بزن یا خنده میکنه یا دیگه پست کلوک میشه میتونه میمونه. خب بزنه تا خلاصش بره. دوباره که رفت رفتاری بدتر از اون انجام میده، چون دزد اولاد شخصیت نمونده. دزد اولاد فقط همون جسم میشست، همون جسم میشه. شما لطو کب کن روح ازو که دیگه از بین رفته، شکلی نگرفته دیگه، شما خراب کردی روح ازو رو. ولی وقتی به شخصیت ازو بها بدی، وقتی شخصیت ازو رو بزرگ کنی، شما هیچ لازم نیست که لطو کب کنی. فقط ازو بگو بچه من تو این رقم تربیت کردم، بچه من از تو انتظار نداشتم، بچه من دلم بسیار ده تو خوش بود که می اولاد کلان کردیم بسیار خوبش. امروز گپ چک همسایه میگه، امروز گپ چک استادت میگه، از تو بعیده، من از تو انتظار نداشتم. وقتی شما ای پدر و مادری گپ میزنید اولاد ده فکر فرو میره. یعنی چی؟ شخصیت خود مرور میکنه، میگه خب راست میگم این مادرم، مریخ زحمت کشیده کلان کرده روی از من. بالاخره او هم انسان است، میفهمه، درک میکنه این مسئله. ولی متاسفانه وقتی که شما لطو کب کنی، خب او اولادم که خب مادر جان همین کار کردم، مال یک چند مثل همیشه اولم لطو کب کنی خلاص شد که من برم دوباره دنبال همون کار خود میرم. متاسفانه و این جواب نمیده، و این جواب نمیده پدر و مادر. سعی کنیم که رویش تربیتی که تا حال بوده بین ما مردم نسل به نسل این را عوض کنیم. بالاخره یک نفر باید تصمیم بگیره که زنجیره اشتباه را قطع کنه. چرا که وقتی شما اولاد خود بگین تو بیروزه ای، تو همین هم خرابی، تو همیشه کار بد میکنی، او فردا پدری بدی میشه. مطمئن باشین او فردا مادری بدی میشه. و در اجتماع هم باره با همون ذهنیت حضور داره. روش های اجتماع متاسفانه در اجتماع هم یک فرد موفق نیست و در نسل بعدی خود که باز میخوای اولاد تربیت کنه باز هم موفق نیست و این زنجیره ادامه پیدا میکنه. پس شما پدر و مادری که این برنامه را گوش میکنی و انشاءالله که تاثیر داشته باشه، بیاین به روی روش تربیت خود یک فکر کنیم، یک تغییر ایجاد کنیم. آیا این روشی که پدر مادرای ما سر ما اجرا کرده خوبش بوده یا نه؟ اگر خوبش نبوده ما یک تغییر ایجاد کنم، ما یک روش خود عوض کنم، ما یک رقمی دیگه برخورد کنم. همین رقمی که همین روز گپ میزنه بیا با همین رقم من برخورد کنم، همین روش هم امتحان کنم که همین چی پاسخ میده، همین چه قسم است. و باز خانم علیزاده ما یک انسانایی هستیم که بسیار خودم معتقد و مذهبی میدانیم و بسیار جالب است که هیچ جای روایت نشده که مثلا رسول الله یک روز اولادای خود نموتر محکم زد، نموتر محکم زد، اولادش برای راست هدایت شدند. این رقم تربیت منیش بزرگان ما هم نبود. در سیره ما، در سیره ائمه ما، در روش های تربیتی اسلامی هیچ جا ذکر نشده که اولاد خود با لطف و خوب تربیت. همیشه میگه احسان، همیشه میگه نیکی، همیشه میگه خوشرویی و ما باید اینا رو سرمشق بلگوی خود قرار بدیم. بله، متاسفانه ما میگیم که به این خاطر است که ما آسان ترین روش رو انتخاب میکنیم. بله. و خود را آرام میکنیم، وجدان خود آرام میسازیم. آره، بازدن وظیفه خود انجام میکنیم. متاسفانه انشالله که تاثیر داشته باشه و دنبال روش های دیگر باشین انشالله. خانم علیزاده که مسئله که پیش میاد، برخی پدرها و مادرها هستند که نسبت به همین واکنش و بازخوردی که به اولاد خودشان دارن، یک زمان واکنش نشان میده، یک زمان دیگه واکنش نشان نمیده و فکر میکنه اگه من هر روز به اولاد خودم بگم دیگه تاثیر خود کلام از من و رفتار از من از دست میده. این چه رقم است؟ بله، ما دیگر میگیم بی‌ثباتی در بازخورد، در برخورد کردن. زمانی که شما یک وقت دختر شما کار خوب میکنه، او رو تشویق میکنه، آفرین بچه من. سبا دو روز بعد دیگه هم کار خوب میکنه، شما هیچ واکنش نشان نمیده، هیچ برخورد نمیکنی. باز پس سبا واکنش انجام میده، با شما میگن آفرین دخترم بسیار کار خوب کردی. وای دختر میمونه که همین کار من اگه خوبش هست که این مادرم همیشه
چرا واکنش نشون نمیده. اگر گاهی خوبه گاهی بده چه رقم هسته در یک ابهام میمونه، این برخورد شما به اعتبار میشه. پس سعی کنین که مستدام باشه، سعی کنین که همیشه باشه، گاهی با یک لبخند، گاهی با یک آفرین احسن، گاهی با یک بوسه، گاهی با یک جایزه. بالاخره روش ها فرق میکنه، ولی باشه مستدام باشه که اولاد ما همیشه بگویه که خب من همی کار خوبی که انجام دادم، مادر امروز مرا بغل کرد، امروز مرا یک نوازش کرد، امروز هم یک لبخند زد، امروز یک آفرین گفت. بالاخره فرق میکنه روش های تشویق. و یا به همون طریق هم کارهای منفی یا که کارهای بدی انجام داد، خب یک روز شما اخم میکنی، یک روز شما دگب میگذنی، میگه بچه‌م کار خوبی نبود، یک روز دیگه میگه خب بچه من دیگه این رقم نمیشه، من یک بار تو گفتم، یک بار تو اشاره کردم نفهمیدی، حال باش یک روش دیگر رو بتونی سر تو امتحان کنم. این اولاد دست خود میگیره، گو مادرم بسیار قارش آمده، من باید مواظب خود باشم که می کارم بسیار بدش بوده. پس باید بازخوردها و یا برخوردهای والدین همیشه مستدام باشه. حالا ممکنه به یک شکل نباشه ولی مستدام باشه. و یا یکی دیگه این که در برخوردها باید اختصاصی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما یک حالا گپ اون مهمانی یا که باشه رفته باشیم، اولاد ما بسیار در مهمان خانی ما بوده، بسیار اولاد ما خوب بوده، خوب ساکت بوده، یا مثلا یک چای آورده، یک کار خوبی انجام داده، خوبی خلاص شد، من مهمان ها رفت، حالا از اولاد خود تشکر میکنم، میگم بچه‌م بسیار امروز خوبش بودید. خب این هم میفهمه که کجا کار ما خوب بوده. بله. و کلی بیان کردم دیگه، بچه‌م امروز خوب بودی، من باید تک تک بگم بچه‌م امروز خوب چای آورد. یعنی واضح بیان بگم، خود این کار بگم، خود اون رفتار بگم، بچه‌م امروز مهمان آمد بسیار خوب با ادب سلام کردی، بسیار از این کارت خوشم آمد، من خود رفتار گفتم. ببین اگه کلی بگیم بچه‌م امروز خوب بودی، خوب هم تو سرگردون میمونه، خوب کدام کار ما خوب بوده؟ حالا به طور کلی گفتم. پس باید وقتی که برخورد میکنیم در قبال یک رفتار خوبی اولاد خود، خودمون رفتار به زبان بیاریم. بچه‌م سلام کردنت خوب بود، بچه‌م چای آوردنت خوب بود، بچه‌م ادب و نزاکتت خوب بود، بچه‌م همی بسیار در خانه آرام بودی، اولادای دیگر خوب باش سرگرم بودی، مهمان ها بسیار راحت بودن، خب این همه اینا رو بچه‌م خوشم اومد، امروز من خوش کردی، به صورت کلی بیان نشه. و ببینید در رفتارهای منفی هم خانم علیزاده به اولاد میگه که من امروز از تو راضی نبودم. آره. چرا اخلاق بدی داری تو؟ این نمیفهمه که خب چرا از من راضی؟ از کدام کارم راضی نبودی؟ درسته؟ چی کار بدی کرد من راضی نبودیم؟ خب باید دو گفته شونه. نگیم به طور بچه من همه کارهای تو خوب بود، بسیار امروز خوبش بودی، ولی یک کارت خوشم نیومد. خب مادر جان کدام کار؟ همین کاری که از در درآمدی سلام نکرد. ببینید دیگه کارهای تو همگیش خوب بود، بسیار من خوب خوش کردی، هم یک کاری تو زیاد راضی نبودم. وقتی واضح باش اولاد مفهمه که من خود چیکار بکنم از این به بعد که پدر مادرم از این راضی باشن، در صدد اصلاح همون کار بعدش برمیاد که همین کار مادرم راضی نبوده، باش که دفعه بعد من این کار خود اصلاح کنیم، به طور کلی و مبهم گفته نشه. بله خانم علیزاده، حد یک دقیقه اگر یک جنبندی بفهمید تشکر. خب دوستای عزیز، ما در چند تا برنامه از نقشای والدین گپ زدیم خدمت شما و آموزش را گفتیم که به دو صورت کلامی و غیر کلامی است، حمایت را گفتیم، مراقبت را گفتیم که در چه سنی بیشتر لازمه، در چه سنی ما باید مستقیم حمایت کنیم، در چه سنی باید ما غیر مستقیم حمایت کنیم، و نظارت و کنترل را گفتیم که باز هم در اولاد خود وقت در نوجوانی است نباید مستقیم کنترل کنیم، در کودکی هست باید مستقیم کنترل کنیم گپ زدیم، و امروز هم در مورد برخورد گفتیم یا بازخورد که در مقابل رفتارهای اولادای ما چه رقم برخورد داشته باشیم، این برخورد ما آیا در جمع باشه و تنهایی باشه، بلا فاصله باشه، بعد از هر رفتار بلا فاصله باید هم برخورد باشه و نباید فاصله انداخته شود، و یک اینکه شخصیت از او رو جدا از رفتارش بسنجیم، کل شخصیت اولاد خراب نکنیم، همون رفتاری که انجام داده چی خوب چی بعد همون رفتار ما تشویق یا تنبیه کنیم، تایید کنیم یا رد کنیم، پس شخصیتش رو له نکنیم، کل شخصیت از او رو خراب نکنیم. اینا همه مباحثی بود که در مورد نقش های والدین ما در خانواده گپ زدیم. انشاءالله که باز در برنامه های بعدی از گپ های دیگر انشاءالله در مورد تربیت و شیوه های تربیتی اولاد ها انشاءالله گپ میزنیم و در خدمت شما هستیم. انشاءالله بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم علیزاده بزرگوار، از شما بینندگان از
عزیز هم تشکر میکنم. شما پدر و مادر محترم که نسبت به تربیت اولاد خودتون حساس هستید، میخواید که انشالله یک اولاد خوب را تربیت بکنید و یک نسل صالح داشته باشید. برنامه شنبه برنامه روشن را از دست ندید. شنبه ها ما در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار هستیم با شیوه های فرزند پروری. شماره تماس مثبت 964 780 255 4013 هم که در اختیار شما عزیزان است و میتونید هر کدام سوال که در مورد خاصتا موضوع همین برنامه یعنی شیوه های تربیت اولاد را دارید از طریق واتساپ برای از ما روان بکنید. اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد هم دارید ما بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما عزیزان را دریافت بکنیم. بزرگواران یک دعای بسیار زیبا از صحیفه سجادیه را با عنوان حسن ختام تقدیم شما عزیزان میکنیم. از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. ای که رحمتش گسترده و بخششش بزرگ است، ای بزرگ، ای عالی رتبه مهمان نواز، یا کریم بر محمد و آل محمد درود بفرست. بر رحمتت به من بازگرد و به احسانت مرا مورد لطف خودت قرار بده و به آمرزشت به من گشایش بده. الهی آمین. به امرای کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوندی مهربان باشیم. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله علیک یا اجمل خلق.